بهترین آرزوها خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری تلویزیون پارس در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه مبارزان سیاسی با هر عقیده سیاسی که هستند. درودی داریم به همه زنان، به همه بانوان که اینگونه جمهوری خون و وحشت را به زانو در می آورند. درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه، چه در داخل و چه در خارج از کشور. همایش نه به جمهوری اسلامی و همبستگی ملی در روز گذشته جمعه با حضور شهریار ایران، فعالان سیاسی و مدنی ایران برگزار کرد. در این همایش که در دو بخش ابراز نظر و پاسخ و پرسش انجام شد، آقایان فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران، آقای مسعود نقره‌کار، خانم علی نژاد، آقای اسماعیل نوری علا، آقای حسن اعتمادی، آقای حسن شریعت مداری، خانم ناهید بهمنی، آقای نجفی، آقای شام بیاتی شرکت داشت. گردانندگان این برنامه خانم رودی بختیار و سرکار خانم نازنین انصاری بودند. این همایش در راستای نه به جمهوری اسلامی، عدم شرکت در انتخابات و آری به همبستگی ملی بود. انجام این برنامه و شرکت این اعضا با عقاید مختلف و نگرش‌های مختلف نشان دهنده یک وفاق ملی است که به سوی آزادی ایران می‌رود و می‌رود که ایران را به سوی یک آزادی و به سوی یک ایرانی آزاد ببرد. در همچنین در روز پنجشنبه همایشی از سوی زنان و بانوان فریخته و فعالان سیاسی برگزار شد که گروهی از زنان و فریختگان در این برنامه شرکت داشتند که در برنامه‌های بعدی حزب مشروطه به آن خواهیم پرداخت و به گزارشات بیشتری رو در آن نشان خواهیم. در ادامه برنامه با ما باشید. درود به هموطنان ارجمندم که از سراسر جهان به ما پیوستیم. من رودی بختیار هستم. امروز در کنفرانس نه به جمهوری اسلامی، آری به همبستگی و رای بی رای، جمعی از مخالفین جمهوری اسلامی گرد هم آمدن که با قرار گرفتن در حوله یک شعار مشترک که همانا نه به جمهوری اسلامی هست، پیام واضحی را به همه مخالفین جمهوری اسلامی در راستای همگرایی ملی ارسال کنند. الان ایران در یک موقعیت استثنایی قرار گرفته، چرا که برای اولین بار در این 42 سالی که جمهوری اسلامی ملت ایران را اسیر کرده، سران این دولت غیرقانونی و غیر انسانی هرگز به این ضعیفی و از هم گریخته نبودند و مردم ایران با تمام فشارهایی که این دولت دیکتاتوری بر سرشون آورده، هیچ وقت قوتی که الان شاهد آن هستیم را نداشتن و اینقدر متحد دور یک محور که همان نه به جمهوری اسلامی است قرار نگرفتن. پیشا پیش باید عرض نمایم که برگزاری برنامه های این چنینی که بر بستر اینترنت و به صورت مجازی انجام میشه خالی از ایراد نبوده و از شما پیشا پیش پوزش میخواییم اگر اشتباهی شد. این برنامه در دو بخش اجرا خواهد شد. بخش اول سخنرانی طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، بخش دوم پرسش و پاسخ که توسط همکار عزیزم خانم نازنین انصاری اجرا خواهد شد. از سخنرانان گرامی تقاضا داریم که در دوربیناشونو خواهش میکنم باز کنید که و باز نگه داریم که بخش فنی قادر باشه اضافه کردن شما رو به پنل بتونن انجام بدن، به جز افرادی که از ایران میان. البته لطفاً سخنان خودتون را در زیر 3 دقیقه انجام دهین. و الان با یک پیام ویدیویی که از یک مادر داغ دیده در داخل ایران، خانم محبوبه رمضانی، ما
مادر پژمان قلی‌پور. با سلام خدمت همه عزیزان و وقتی این ویدیو رو برای شما ثبت میکنم که منو بذاره بذارم هستم از همه ممنونم که منو توی این کنفرانس که کنشگرهای مدنی و سیاسی هستن دعوت کردن و من چون میدونستم کنار مزار پسرم هستم و نمیتونم توی این مراسم شرکت کنم توی این کنفرانس شرکت کنم روز جلوتر پیام خودم رو فرستادم. از همه تون ممنونم. من با شما هم دل و همراه هستم. با درود به همه هموطنهای عزیزم چه در داخل کشور و چه خارج از کشور. من مادر جاویدنام پژمان قلی‌پور هستم و البته میخوام بگم با افتخار مادر پژمان قلی‌پور هستم، جوانی که 18 سال سنش و در آبان 98 با 5 تا گلوله پرواز کرد. میخوام یه ذره برگردیم به عقب. مدرسه رفاه از روی پشتبان ها پرت کردن، کشتن، جنایت کردن. خانواده ها فریاد زدن، صدا شنیده نشد. سینما رئیس آبادان خبری نشد. کوی دانشگاه باز نمی‌شد. سال 88 یه عده از خانواده ها بلند شدن، فریاد زدن، داد زدن، بازم خبری نشد. 96 دیگه 96 بازم سکوت. 98 چرا سکوت؟ چرا؟ ما ها از چی میترسیم؟ تمام زندگی من این جوان بوده، ازم گرفتن، ترسی ندارم، نگرانی ندارم. من و خانوادم همون شب، شب 26 اون بالا سر پشمانم هممون مرد. من به عنوان یه مادر اشکالی نداره، من مجرم، ولی دادخواهم. اگه دادخواهی من جرمه، من یک مجرم. من دادخواه خونه به ناحق ریخته جوانم. من دادخواه خونه بچه های 96 هم. دادخواه خونه خونواده های اوکراینی و هواپیماهای اوکراینی هم. دادخواه خونه بچه های 88 هم. و به عقب اتحاد خدا بسه، بسه این سکوت رو بشکنید، بسه این ترس رو کنار بذارین، بسه برای یک بار هم که شده به خودتون بیاید. کافیه این همه ظلم، این همه جنایت، این همه کشتار، بسه مونه. نمیخوام، من دوست ندارم مادر دیگه ای مثل من قاب دست بچهش رو دستش بگیره و توی مزارها بچرخه. ترس معنی نداره برای من مادری که وقتی بالای سر بچم وایستادم و توی بیمارستان رسیدم دیدم قلب بچه من سوراخه. وای به حال من مادری که جوون 18 سالم نترسید و سینش رو سپر کرد برای گلوله ها و من مادر بترسم برای حرف زدن و دفاع کردن از حق بچه. وای به من مادر. ماها مادرای 98 نه اولی بودیم و نه آخری، و اگه بخوایم سکوت کنیم، بله آخری هم دیگه نیستیم. بچه هامون گناه داشتن. جوون من میخواست جوونی کنه، جوون من هنوز جوونی نکرده بود، جوون من همش 18 سالش بود. جونی که خدا بهش داده بود و بنده خدای بیشرف ازش گرفت و من تا تقاص این خونه به ناحق ریخته جوونم رو نگیرم هرگز هرگز آروم نمیشم. من مادرم، این بچه رو من به دنیا آوردم، من این جوون رو بزرگ کردم. اگه جرأت داشت، اگه شیر مردی بود توی راه وطنم، مادرش منم، پس منم باید اون قدرت رو داشته باشم. بچه ای من چون فهمید سهمت شد گلوله، سهم بچه ای من توی مملکت من توی وطن من 5 تا گلوله، 5 تا گلوله. ولی من محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور قسم خوردم به جون بچم، به حرمت خون به ناحق ریخته بچم قسم خوردم، گفتم هر گلوله میشه یک انگشت دست من و 5 تا گلوله زدی شد یک مشت توی دهان کسی که زور گفت و کشت. به خاطر موهای سفید مادرها، مادرهایی که تو 42 سال تنها چیزی که دارن از بچه هاشون قاب عکسه،
به خاطر موهای سفیدشون، به خاطر کمر شکسته و خمیده پدرها، به خاطر حال خراب و افسردگی خواهر برادرای آبان. نمی بخشم نفراموش میکنم. رأی من سرنگونیه. رأی بی رأی. سخنران بعدی شاهزاده رضا پهلوی. با درود صمیمانه و گرم خودم به همیهنان عزیزم، شرکت کنندگان در این جلسه، چیزی که جای تأکید براش واقعا قائل هستم این استش که در تمام این 40 سال این روز رو می دیدم که بالاخره با رسیدن به یک شرایط درک بحرانی که کشور ما باش مواجه هست، لزوم همکاری و همبستگی برای یک پیکار مشترک و رهایی از این حکومت جنایتکار و پایریزی یک آینده کثرت‌گرای سیاسی که هیچ شهروند ایرانی مورد تبعیض قرار نگیره و حق شهروندی خودش رو به شکل برابر داشته باشه، بایستی به یه مرحله‌ای میرسیدیم که اکنون رسیدیم. این جلسه فقط نمونه کوچکیست از بسیار جلسات، نشست‌ها، گفتگوها، دیالوگ‌هایی که در طول سال‌های گذشته و به خصوص در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده که نمونه‌ش رو امروز دوستان و رسانه‌ها و مطبوعاتی‌ها می‌تونن ببینن و امیدوارم که این گونه جلسات که مبنای کار روزانه و هفتگی بسیاری از این گروه‌ها که خود من در بسیاری از این جلسات شرکت داشتم میتونه زمینه ساز قدم های بعدی باشه در این پیکار ملی، خیلی فراتر از کمپین موجود که همین مسئله نفی انتخابات و رای بی رای هستش و مراحل بعدی. طبعا آنچه که مسلم هست، هر گونه تقسیم کار بر مبنای این نشست ها و خرد مشترکی است که کمک میکنه به این که بدانیم که هر کدام به چه فرم و شکلی بایستی نقش خودمون رو ایفا بکنیم. همیهنانمون که در داخل ایران هستن کاملا آگاه هستن که اصل قضیه دست اونهاست و مایی که در خارج از ایران هستیم کاملا آگاه هستیم که بایستی صدای آنان باشیم در سطح بین المللی و این اولین تقسیم کار ما هست. بنابراین ادامه راه در جهت کمپین های بعدی، همایش های بعدی، کارهایی که باز پیش بره هستش. ولی آنچه که مهم هست که دیدم بعضی از دوستانم به این مسئله به نوعی اشاره کردن، همیشه این بود که اگه قراره یک تشکلی به وجود بیاد که نماینده اپوزیسیون سکولار دموکرات باشه در خارج از کشور و از طرف مردم ایران در داخل، به چه شکلی میتونه پیش بیاد و تنها رایی که میتونه به شکل مشروع پیش بیاد پدیدار شدن یه ساختاری است که با درک مشترک تمام کسانی که آستین بالا زدن به قول معروف و با کمال حسنیت و دوستی برای پیشبرد این اهداف بخوان کار مشترک بکنن، تشکیل شدن چنین مجموعه‌ای است که بتونه به شکل واقعی مدعی این باشه که نمایندگان واقعی مردم ایران هستیم و در مقابل این نظام میتونیم با دنیا وارد صحبت بشیم، که البته فکر میکنم خیلی از این بحث‌ها پیش خواهد اومد در نتیجه جلسات بعدی که خواهیم داشت. به هر حال خوشحالم از این که این فرصت رو همیهنانمون این بار پیدا میکنن که نمونه ای از این نشست‌ها و گفتگوهایی که داشتیم رو ببینن و بدانند که واقعا در این کثرت‌گرایی سیاسی که لااقل بخشی از حاضرین امروز نماینده ایش رو دارن میکنن، این در واقع میتونه نمودار آینده ایران باشه که این همزیستی سیاسی رو بتونه فراهم بکنه و حتما لازم نیست که در تمام موارد با هم هم‌عقیده باشیم. میتونیم احترام به عقاید یکدیگر داشته باشیم و بگذاریم یک روند و شک شرایط دموکراتیک در مملکت حکم فرما باشه که حق هیچ کسی وسط ضایع و یا پایمال نشه. اما آخرین نکته‌ای که به جاست بهش اشاره بکنم دوستان این هست که بزرگترین دشمن نظام‌های توتالیتر و دیکتاتوری همبستگی مردمش است. و از طرف دیگر میتونم بگم که هیچ نیرویی چه خارجی چه داخلی نمیتونه جلوگیر یک عزم ملی و همبسته باشه. ولی سعی در تخریب خواهم کرد همچنان، سعی در به هم ریختن خواهم بود.
یه عده به ظاهر اپوزیسیون نما سعی خواهند کرد که این صفا رو تضعیف بکنن. ستون پنجم تبلیغاتی رژیم در کار هست و همیشه سعی خواهند کرد چیز دیگری به دنیا وانمود بکنه. بنابراین اینجاست که این بار مسئولیت از هر زمانی به دوش و به گردن همگی ما در این مجموعه هستش که از این لحاظ غافل نباشیم، هوشیار باشیم و من نهایتاً تمام اعتمادم رو به اون خرد و به اون عقل و به اون هوش هممیهنانم میدونم که تجربیات بسیاری کسب کردن و این بار با چشم باز نسبت به آینده خودشون تصمیم گیر هستن و خواهند بود. با درود و سپاس مجدد و یه خسته نباشید اساسی به تمام دوستان که واقعا زحمت کشیدن و امیدوارم که همچنان در آینده بتونیم قدم‌های بسیار مثمر ثمر و مثبتی برداریم همگی با هم و این ادای وظیفه رو به کشورمون و نسل‌های فعلی و آینده کشور کرده باشیم. سپاس فراوان. ممنون از شما سخنران بعدی فواد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات. آقای پاشایی بفرمایید. ممنونم. با درود به همه شرکت کنندگان در پنل و همه دوستان که در طریق فضای مجازی ما رو میشنوند یا ما رو میبینند. من فکر کنم حرکت نه به جمهوری اسلامی که 42 سال پیش آهسته آهسته شروع شد، 2 سال پیش با بیانیه 14 نفر و بیانیه بعد 14 نفر و بیانیه‌های دیگه‌ای که آمد بیرون، یک شکل و یک فرم گرفت، تبدیل به یک نگاه شد، تبدیل به اندیشه شد و طبیعتاً اون چیزی بود که به حساب کمپینی بود که صاحب، رئیس، مالک و بیان کننده نداشت. همه مردم ایران با زبان‌های مختلف از نقاط مختلف در زبان‌های مختلف اینو گفته بودن، به همین دلیل به راحتی به گوش همه نشست و خیلی زود همگیر شد. کتان در روز آغاز این کمپین با شتاب به دنبال این بودن که خب نه به جمهوری اسلامی آره، ولی به چی میخواین آره بگین؟ و میبینیم امروز همینطوری آره های متفاوتی، آره های بسیاری از زبان ها خارج میشه که امروز که بهترینش من معتقدم از آقای نجفی شنیدیم. آره به شفافیت، آره به شفافیت سیاسی، آره به شفافیت مالی، آره به شفافیت به حساب ارتباطات، آره به شفافیت روابط و همه این آره به همبستگی ملی. در برابر این نه به جمهوری اسلامی به قدری ما آره های متفاوت داریم که میتونه همه نشانه های در جاهای مختلف ماها رو با هم وابسته کنه و همبسته کنه و نزدیک بکنه. خانم سپهری و خانم منصوری به درستی وظیفه ما رو به اون اشاره کردن، گفتن که آقا شما در خارج، در داخل داریم مبارزه رو میکنید و شما در خارج باید صدای ما باشید، باید صدای ما رو به گوش جهان برسونید، باید به دنیا بگید که ما داره چه بلایی سرمون در این کشور میاد، باید به دنیا بگید و بدونن که ما داریم چه درد و مشقتی رو تحمل میکنیم. مادر پژمان گفت بچه هامون رو دست میدین، خانواده هامون رو به زندان میفرستن و اونها هم ما خواستن، به شفافیت خواستن که ما صدای رسای اونها باشیم در خارج از کشور و من فکر کنم یکی از بهترین مأموریت هایی است که ما میتونیم انجام بدیم، صدای مبارزین در خارج باشیم. من نگاه میکنم میبینم در 95% مواردی که ما داریم صحبت میکنیم با هم اشتراک منافع داریم. چطور ما نمیتونیم به حساب البته این جمع که خوشبختانه تونستی و جمع های دیگه هم که در همه در گفتگو هستیم شده، ولی چطور اون 5% تونسته در جایی در این 40 سال یه مقدار ما رو از هم دور کنه و خوشبختانه بینش و نگاهی که سیاسیون ایران، خانواده اصلی سیاسی ایران از جناح‌های مختلف و گروه‌های مختلف دارن، تونستن این به اصطلاح فاصله رو کم کنن و به این جمعی که امروز میرسیم و جمع‌هایی که دیگه‌ای که مطمئناً در هفته‌های بعد نمایش داده خواهد شد، شکل داده خواهد شد، به عرصه میاد و مردم اون رو خواهند دید، این بهانه‌ای رو که اپوزیسیون با هم متحد نیست و از دست در حقیقت سربازان گمنام امام زمان و مبلغین وزارت اطلاعات خواهد گرفت و ما میتونیم به اصطلاح در اون مسیر قرار بگیریم که در آینده شاهد گفتگوهای مثل مادر پژمان نباشیم، شاهد نباشیم که دوستان در زندان باشن، شاهد نباشیم که به حساب خانم سپهری دلنگران فرد به حساب برادرانش و فرزندش و به حساب دوستانش و همرزمانش در ایران باشه. با آرزوی پیروزی و موفقیت برای همه دوستان، با امید اینکه همکاری نتیجه‌اش رو مردم ایران به زودی ببینن. خیلی ممنونم. سخنران بعدی خانم مسیح علی نژاد، خبرنگار و کنشگر سیاسی. بفرمایید مسیح خانم. باز کنم.
سلام به همگی. بسیار خوشحالم از اینکه صداهایی از جریان‌ها و گروه‌های مختلف فکری کنار هم قرار گرفتن. هدف از برگزاری این کنفرانس علنی شدن و به تصویر کشیدن همبستگی ملی مخالفان دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی و این اصلی ترین انگیزه جمع شدن همه ای ماست. چهرهایی از جریان‌های فکری سیاسی متفاوت که کمتر کنار هم دیده شدن، ولی این بار زیر پرچم مشترکی به نام نه به جمهوری اسلامی و رای بی رای. در این رهگذر اما ما برای نشون دادن همین همبستگی، نه فقط به خودمون، نه فقط به مردم خسته ایران، بلکه به جامعه جهانی، برای انتقال پیام این همبستگی تک تک ما مسئولیم. چیزی که خانم سپهری اینجا و خانم نرگس محمدی، خانم نرگس منصوری و خانم رمضانی مادر پژمان از ما خواستن که این پیام و این صدایی که در داخل ایران هیچ سهمی نداره رو به جامعه جهانی منتقل بکنیم. برای همین مایلم به شما بگم در تمام دیدارهایی که شخصا با سران کشورهای غربی داشتم، اولین و مهمترین سوالشون اینه که آیا اپوزیسیون متحدی علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج وجود داره که ما بتونیم با نمایندگان فکری این اپوزیسیون متحد دیدار بکنیم. اونها میگن ما از خود ایرانی ها شنیدیم که اپوزیسیون ایران بسیار متفرقه و اساسا نمیدونن که چی میخوان. در تمام این دیدارها تاکید کردم که برعکس، اپوزیسیون ایران دو راهپیمایی وسیع و گسترده‌ای بود که در بیش از 100 شهر ایران شکل گرفت، در دیماه 96 و آبان 98، که اتفاقا مردم میدونن حکومتی که در شأن یک ملت نیست رو نمیخوان، زنان میدونن حکومتی که براشون کرامت قائل نیست رو نمیخوان، کارگران میدونن که حکومتی که قرار بود حکومت مستضعفین باشه تبدیل شد به حکومت مستضعف کردن اونها رو نمیخوان. و پاسخ روشن سران کشورهای غربی اینه: اگر واقعا شما این حکومت رو نمیخواین، پس این صف طولانی رأی که در خارج کشور تشکیل میشه نشونه چیه؟ تنها جایی که من اونجا پاسخی براش ندارم، اما بین خودمون باید پاسخی روشن براش پیدا بکنیم. بدون تعارف، اگر سران کشورهای غربی، اگر ظریف و خامنه‌ای صف طولانی رأی دهندگان رو به رخ ما میکشن، این یعنی از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. ما باید صف طولانی مخالفان جمهوری اسلامی رو در خارج کشور به نمایش بذاریم. در داخل کشور مردم سفارایی عظیمی علیه رژیم رو در دیماه 96 و آبان 98، علارغم این که میدونستن باتوم هست، تناب دار هست، شکنجه هست، زندان هست، اعدام هست، رقم زدن و میپرسن از ما ایرانیان خارج کشور شما کجایید. حالا نوبت ماست. یک روز رو باید در جهان ثبت بکنیم، یک روز مشترک در تمام کشورهایی که ایرانیان حضور دارن به نام بزرگترین راهپیمایی تحت عنوان نه به جمهوری اسلامی، درست مثل راهپیمایی ضد جنگ که ما ایرانیان خارج کشور میبینیم هر ساله همه جا داره برگزار میشه. چرا که نه؟ چون ما کنشگران واقعی ضد جنگیم، نه کرنشگران در برابر نظام جنگ طلب حاکم بر ایران. و نباید بترسیم از کسانی که در ایران بازوهای حمایتی حکومت هستن و ما رو جنگ طلب معرفی میکنن. یک روز به نام نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی باید از طرف ایرانیان خارج کشور برگزار بشه و همه ملت‌های همه کشورهای دنیا رو دعوت بکنه که با ما همراه بشن. باور کنین حتی کسانی که جرأت ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی رو ندارن، حتی کسایی که من میدونم برای انتخاب بین بد و بدتر میرن پای صندوق، چیزی که بخشی از مایی که اینجا هستیم هم ممکنه این اتفاق برامون افتاده باشه، حتی کسایی که ممکنه از قیافه من یا تک تک شمایی که اینجا هستین خوششون نیاد، در یک چیزی با همه مایی که بالاخره گرده هم اینجا جمع شدیم هم عقیدن، و اون این که جمهوری اسلامی در شأن ما نیست، اما حرف زدن، هشتگ زدن و حتی فقط رأی ندادن هم کافی نیست، چون بسیاری از مردم ایران، خانواده های دادخواه از ما میپرسن که رأی ندیم گام بعدی چیه؟ تشکیل پارلمان ملی براندازی، مجلس ملی براندازی در خارج کشور، تا این جمعی که الان اینجا هستیم فراتر تمام کارگران نماینده داشته باشن، جنبش زنان نماینده داشته باشن، هنرمندان نماینده داشته باشن، تمام اقشار مختلف حضور داشته باشن، چون همه ما میدونیم که قاعده بازی نهاده. نهاد پارلمان میتونه مهمترین جلوه حاکمیت و قوی ترین صدای مردم باشه و چتری بر سر سلایق مختلف از سراسر کشور، ایرانیان داخل،
ایرانیان خارج. پارلمان باید در مرکزیت سیاسی فعالیت براندازان قرار بگیره تا ما وقتی میریم در جامعه جهانی بدونیم که این هویت ماست. وقتی از ما میپرسن اپوزیسیون متحدی وجود داره بگیم دقیقاً وجود داره. ایرانیانی که در داخل کشور هستن با صدای بلند میگن تا زمانی که انتخابات آزاد وجود نداشته باشه، تا زمانی که جنتی برای ما انتخاب بکنه، کسانی که از صندوق رای میان بیرون نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن. نمایندگان واقعی مردم ایران کسانی هستن که از یک انتخابات آزادی که برآمده از رای حقیقی مردمه، شما باید اونها رو به رسمیت بشناسید و با اونها حرف بزنید. وقتی که به پارلمان کشورهای اروپایی میریم، وقتی با سران کشورهای اروپایی دیدار میکنیم، باید بگیم که ما نمایندگان مردم هستیم و کسانی که از رأی جنتی بیرون میان داعش در قدرت هستند. و وقتی و جمله پایانی من، بسیاری میگن این خیلی رادیکاله که شما جمهوری اسلامی رو با داعش مقایسه میکنید، باید به جامعه جهانی نشون بدیم آنانی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن رو شرمسار بکنیم و بگیم هر اون چه که داعش در تمام این سالها کرده جمهوری اسلامی و قوانینش انجام دادن و ما داعش رو 40 سال زندگی کردیم. با تشکیل پارلمان ملی براندازی میتونیم این صدا رو در جامعه جهانی نمایندگی بکنیم. خیلی متشکرم از همه شما. با تشکر از خانم علی نژاد، به سخنران بعدی مسعود بهار از جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران بفرمایید. بله، با درود به همه شما عزیزان. این سخنرانی ها چنان پرشور و سرشار از شعور بود که من راستش یادم رفته چی میخواستم بگم. آری، خیلی خوشحالم که در جمعی هستم که بدون تردید میتواند یک الگوی درخشانی باشد برای همکاری، برای همگرایی و برای ائتلاف. درست چیزهایی که چشم اسفندیار حکومت اسلامی است، پاشنه آشیل حکومت اسلامی است. آن حلقه رابط و چسبی که این همکاری رو و این همگرایی ها رو سبب میشه، گفتمان نه به جمهوری اسلامی است، نه به حکومتی که در واقع شناخت کافی ازش هست، نه به تمامی مظاهر، نمادها و نهادهای این حکومت، و در تقابل آن یک آری بزرگتر و رساتر به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی. همه ما میدونیم حکومت اسلامی سد و مانع دستیابی ما به این خواستاست. همه ما هم میدونیم برای برداشتن این سد و مانع یک نیروی اجتماعی قدرتمند نیاز هست، نیرویی که در واقع بتواند یک جنبش سیاسی و اجتماعی بزرگی رو سامان بده و بساط این جمهوری اسلامی رو بر بچینه و راه رو برای رسیدن به آزادی، رفاه و همبستگی هموار بکنه. ما می باید از هر فرصت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بهره بگیریم که به هم نزدیک بشیم در راستای شکلی آن نیرویی که بهش اشاره کردم. معرکه انتخابات یکی از این فرصت هاست، یکی از این بسترها و یکی از این عرصه هاست. در باره انتخابات و چرایی عدم شرکت دوستان بهتر از من گفتن و خواهند گفت. من روی یک نکته فقط تاکید میکنم که حکومت اسلامی با این معرکه انتخاباتی در واقع تلاشش این هست، در کنار نکاتی که دوستان اشاره کردن، کرامت انسانی و شعور یک ملت بزرگ توهین بکنه و تا به حال هم این کارو کرده. کسانی که میخواهند برن رأی بدن به این نکته توجه کن. به قاتلان بهترین فرزندان اون مملکت و به ویرانگران اون میهن رأی ندید. رأی ندادن در معنای تقویت آن نیروی اجتماعی و آن نیرویی است که در راستای شکلی آن جنبش بساط این حکومت را برخواهد چید. سپاسگزارم. متشکرم.
ممنون از شما آقای نقره‌کار. خب به سخنران اول فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 تن بانوان هستند. بفرمایید. با سلام به شما و بینندگان و دوستانی که در این برنامه همراه بنده تشریف آوردن، خوشحالم که امروز در این برنامه هستم. من میخوام بگم که امروز 21 خرداد مصادف با سومین سال میشه که ما بیانیه 14 رو امضا کردیم. گروه اول امروز منتشر شد و گروه دوم که بانوان بودیم در مرداد ماه و اومدیم گفتیم نه به جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای باید استعفا بده. و از این دو سال کاملی که گذشت زندان رفتیم، تهمت شنیدیم، هر کدوم به نوعی رفتیم، انفرادی بودیم، بسیار سخت گذشت، بسیار اذیت شدیم. الان تعداد زیادی از امضا کنندگان بیانیه 14 در زندان هستند، مانند آقای نوریزاد، آقای خواستار، آقای کمال جعفری، برادرم محمد حسین سپهری، آقای مهرگان، خانم گیتی پور فاضل، خانم زهرا جمالی و دوست جانبازمون آقای عبدالرسول مرتضوی. و من میخوام بگم که بعد از دو سال با تمام وجودم روی این موضع میایستم و میگم جمهوری اسلامی باید بره. جمهوری اسلامی تا نره 85 میلیون ملت ایران در فقر و محرومیت و ناامنی و بدبختی زندگی خواهند کرد. ما ملت ایران 42 سال به گروگان گرفته شدیم. الان 2 ساله که تعدادی زندان هستن. 1 سال شد که کارت تلفن برادرم رو گرفتن. زندان مشخصه که چه جور جایی هست. اون هم زندان‌های جمهوری اسلامی. و از روز 11 فروردین به خاطر اعتراضی که در 25 اسفند کردم که به برادرم توهین کرد علیرضا اسدی، تلفن برادرم رو قطع کردن. من با تمام وجودم میگم جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوریه و باید بره. در زندانهای جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی کمترین حق و حقوق رو دارن. تلفنشون رو قطع میکنن، به درمانشون بی توجهی میکنن. به مدت 6 ماه نیست که ما 2 تن از عزیزانمون رو در زندانهای جمهوری اسلامی از دست دادیم، بهنام محجوبی و 3-4 روز پیش آقای نیک نفس رو و چند سال پیش آقای وحید نصیری رو از دست دادیم، صیادی نصیری رو از دست دادیم. جمهوری اسلامی به درمانشون، به راحتیشون هیچ توجهی نداره. در زندانهای جمهوری اسلامی فاجعه اتفاق میفته. ملت ایران اگر میخوان نجات پیدا کنین، دست به دست هم بدین، متحد بشین و بسازین ایران ویرانی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای ماها. ما ملت غارت شده و بدبختی هستیم. ما رو بیچاره کرد آقای خامنه ای. الان مدتی هست همه ما در این قضیه هستی، چه هزینه ها دادیم، چه بیچارگی ها دیدیم. و الان در این دور آخر که آقای عراقچی و هیئت همراهش رفتن در وین و به حساب که میخوان برگردن به برجام و تمام همت اینها اینه که پول آزاد کنن برای تروریستای منطقه و برگ تردد بگیرن برای آقای رئیسی، یک جلادی که هیچ حق و حقوقی در قوه قضاییه برای کسانی که در دست او اسیرن قائل نبود و نیست. من به عنوان یک دادخواه، به عنوان یک معترض، به عنوان یک همسر شهید که در سال 60 من از جمهوری اسلامی دست کشیدم، امروز که دارم 2 سال فریاد میزنم، باز هم تا زنده باشم سر موضعم خواهم بود و از همه هممیهنانم در داخل و خارج کشور میخوام که دست به دست هم بدیم تا جمهوری اسلامی از بین بره، نابود بشه، تا ما بتونیم نفس بکشیم.
من برای همه زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی نگرانم. ما خانواده های زندانیان سیاسی نگرانیم. به خصوص اونهایی که الان تلفن هم ندارن. از جمله آقای جعفری، آقای نوریزاد و برادرم محمد حسین سپهری. از همه دنیا امداد میخوایم. کمک میخوایم. همراهی میخوایم. دوستان خارج از کشور. صدای ما رو به دنیا برسونین. هر کس از جمهوری اسلامی میاد خارج از کشور نماینده ملت ایران نیست. سلام. میریم به سخنران بعدی، اسماعیل نوری علا، دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان. بفرمایید. با درود به مهمانان و شنوندگان و بینندگان این برنامه و تشکر از دعوت کنندگان، جنبش سکولار دموکراسی ایران و من به عنوان سخنگوی اون از اون روزی که بیانیه نه به جمهوری اسلامی رو امضا کرده ایم، همه نگاه و توقعمان معطوف به قدم بعدی بوده، یعنی این آری به همبستگی مخالفان. چرا که اکثریت ملت ایران سالهاست که از توهم اصلاح پذیری این حکومت بیرون آمدن و با بلیغترین کلام و عمل خودشون این نه رو گفتند و در این راه هزینه های سنگین هم پرداختند. از خاوران تا کشته شدگان پیام دانشگاه، تا سرکوب شدگان جنبش سبز و تا قربانیان 96 و 98، دیگه جای هیچ شبهه‌ای در این مورد باقی نمونده. الان هم که میدونیم بسیارانی از رزمندگان مخالف حکومت در زندان روزگار سختی رو میگذرونن. اما با همه این مرارت ها و اگرچه اکنون همه میدونیم که دوای این درد جانکاه چیزی جز همبستگی دموکرات های خواهان جدایی حکومت از مذهب برای ایجاد یک بدیل کارآمد و رزمنده که مردم بتونن به اون اعتماد بکنن نیست، اما همه نسخه ها همچنان پیچیده نشده در دست نخبگان اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج کشور مونده و دشمنان این همبستگی هم به شدت در راستای ناممکن ساختن این کار فعالیت میکنه. به همین دلیل به سهم خودم خوشحالم که امروز زیر لوای آری به همبستگی نشسته ایم و بگذارید سخنانم رو با این امیدواری به پایان برسونم که امیدوارم تعهدی که امروز داریم جلوی دوربین های خودمون و مردم میدیم بتونه وقتی که از این اتاق مجازی هم بیرون میریم پایدار بمونه. خیلی متشکرم. ممنون از شما آقای نوری علا. سخنران بعدی آقای حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار. بفرمایید آقای شریعت مداری. هم میهنان عزیز، اغلب نظرسنجی ها نشون میده که هم میهنان گرامی ما در اکثریت قاطع خودشون با تصمیم به رأی ندادن به کاندیداهای تحمیلی و فاسد و بعضن قاتل منتسب به خامنه ای و جمهوری اسلامی به کلیت این نظام نخواهند گفت. اونها با انتخاب رأی بی رأی نه به جمهوری اسلامی رو به یک رفراندوم ملی تبدیل خواهند کرد. گزینش این چنین راه حل هوشمندانه‌ای که مدنی ترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین راه مقابله با چنین نظام قاتل و آدم کشی است، قهر با صندوق انتخابات نیست. پس زدن این سیرک انتخاباتی اونم برای همیشه است. مردم ایران تصمیم گرفتن که به مردم جهان بگن ما شهروندانی بر خود ایستا و مغرور و سرفرازی و نه امتی مستضعف و زبون و گوش به فرمان رهبری قاتل و نظامی ناکارآمد و فاسد. این تصمیم بزرگ هموطنان عزیز ما وظایف پیش روی ما رو
وارد مرحله نوین و بسیار حساس و جدی کرده. البته ما مدت هاست که جلسات رایزنی خودمون رو داریم و در ایجاد این همبستگی که امروز اونو علنی میکنیم گام های اساسی برداشتیم. خواست به حق بسیاری از هموطنان به خصوص از داخل کشور ما را در انجام این امر مهم مصممتر کرده. تنوعی که امروز در این جمع ما میبینید نمونه کوچک از تنوع در جامعه ایرانه. ما هنوز نیروهای بسیاری داریم که به زودی آزاد خواهند شد و مجال عرض اندام و اثبات لیاقت و شجاعت و حزم و اندیشه خود را خواهند یافت. هنوز آنها به میدان نیامدند. ما باید آغوش بازی برای پذیرش اونها داشته باشیم. زنان و جوانان آینده ساز این مملکتند. اونا در هر مبارزه‌ای پیشگامی خودشون رو به اثبات رسوندن. من از سوی خودم و بسیاری دیگر از یاران صاحب نام به جرأت میتونم ادعا کنم که ما خودمون رو تنها و تنها تسهیل کننده مسیر مبارزات مردم ایران در نیل به دموکراسی و سکولاریسم و عدالت میدانیم و بس. میدان در اختیار آنانی است که در میدانم. امروز روز همبستگی و همدلی برای گفتن نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی. ما باید همپیمان بشیم و اون چرا که در جهان مدرن امروزی میبینیم و آرزوی رسیدن به اونو داریم در میهن عزیز خودمون بسازیم. بیایید با بانوی شعر ایران زندیات سیمین بهبهانی با خواندن این شعر هم عهد بشیم که میگوید دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش، به پیش به سوی آزادی و دموکراسی. شاهین نجفی، هنرمند معروف، بفرمایید شاهین. با عرض سلام و ادب، عنوان این برنامه همبستگی ملی و نه به جمهوری اسلامی. البته تجمع در واقع یک عده کنشگر سیاسی که من پیشاپیش باید عرض بکنم، اگر این کنشگری به معنای سیاستمدار بودن، من با صراحت باید بگم که سیاستمدار نیستم و خودم رو در این عرصه تعریف نمی کنم. کار من هنر هست و از طریق هنر ارتزاق می کنم و با اون زنده هستم. اما اگه به معنی شهروندی هست که دغدغه سیاسی داره، اون موقع باز هم سوال من اینه که مگر جز این باید باشه؟ مگر شهروند سیاسی میتوان بود و دغدغه سیاسی نداشت و کنشگر سیاسی نکرد، کنشگری نکرد؟ این از اساس به نظر من جداسازی هست و چندان باش در واقع توافق ندارد. سیاست رو من امری همگانی و جمعی میدونم. من در سه بخش بسیار کوتاه و مجزا نکاتم رو عرض میکنم. امید دارم که از جهاتی روشنگر باشه و بتونه در این گفتگوی جمعی در واقع کمک بکنه. مسئله من در سه حالت هست، در سه حوزه هست: یک، حقیقت به همراه شفافیت، دو، اندیشه و پرسشگری، و سه، به مثابه آزادی و کنش هست. وقتی ما از حقیقت و شفافیت حرف میزنیم، این به معنی ضدیت با هر شکلی از پنهانکاریه. دقیقاً هر سه این ساحت ها رو من در مواجهه و در تضاد با آن چیزی میدونم که ما همه اینجا نشستیم و داریم بهش نمیگیم، با اون جمهوری اسلامی. در مجموع با یک مجموعه فاسد روبرو هستیم که داریم بهش میگیم نه. حالا وجوهش چیه؟ از کدام وجوه ما داریم بهش میگیم نه؟ به معنی پنهانکار بودن و پنهانکاری کردن و تقلب در حقیقت و در ضدیت با حقیقت بودن. پس پیشاپیش در عرصه سیاسی، پیش از این که ما نبگیم یا بتوانیم از اساس نبگیم، باید آری گفتن رو بلد باشیم. و من در واقع وقتی که نگاه میکنم به دنبال این آری ها میگردم، ببینم چیزی نیست جز آری گفتن به حقیقت، چیزی نیست جز آری گفتن به زندگی، آزادی و اندیشه. به باور من نگفتن چندان معتمد نیست از دهان اون کسی که هنوز تکلیف خودش رو با این آری ها روشن نکرد. پس آری به فاش شدن روابط سیاسی، آری به شفافیت مالی و روابط اقتصادی،
آری به کشف پیشینه و گذشته اشخاص، آری به تاریخ و نه به غش و پنهانکاری و دسیسه چینی و توتو و دروغ. ما یا گذشتگان ما اگر مسئله حقیقت رو جدی می گرفتند، من 40 سال امروز اینجا نبودم و 40 سال زیر یوغ جمهوری اسلامی. بله بینندگان گرامی، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکریم. این برنامه نمایش انتخابات جمهوری اسلامی هر 4 سال یک بار همین گونه که شما میبینید انجام میشه، نمایش کمدی که انتخابات در دنیای اسلام، معلوم نیست کجای اسلام و کجای حکومت اسلامی انتخاباتی بوده که ریاست جمهوریش انتخاباتیه. چند تا رو بهتون میدن و میگن از اینا انتخاب کنید. خب خودتون انتخاب کنید، مردم برای چی بردید؟ این چند تا رئیس جمهوری که تا حالا به قول معروف به قول خودشون، حالا اگر بخوایم اینجوری فرض کنیم، انتخاب شدن، آیا وضع مردم بهتر شده؟ آیا غذای مردم بهتر شده؟ آیا وضع گوشت و خوراک بهتر شده؟ آیا وضع کار بهتر شده؟ آیا وضع فساد در کشور بهتر شده؟ آیا وضع زندگی مردم بهتر شده؟ واسه چی باید رفت پای صندوق‌های رأی؟ واسه مسخره کردن خودمون؟ واسه اینکه فردا به فرزندانمون بگیم ما در نابودی ایران و در از بین بردن ایران سهیم بودیم؟ به این دلایل، این دلایلیه که از ما میخوان یا از مردم ایران میخوان که بیاید رأی بدین. رأی به چی بدین؟ ایکس و وای و زد در جمهوری اسلامی همشون یکیه. طبق گزارشات خود جمهوری اسلامی و رسانه های جمهوری اسلامی، سواد و دانش سطح خیابان 9 دبیرستانه. طبق جنگ و دعواهای آقایان کاندیداهایی که از فیلترهای جمهوری اسلامی رد شدن، سواد اینا 6 دبستانه. یعنی یک آدم رو با مدرک 6 دبستان میخوام بذارن به کلاس 9 به بالا درس بده. میخواییم بریم پای صندوق؟ خودتون رو مسخره کردین؟ حتما بریم، حتما بریم، به بذارید بهتون بخند، بذارید آیندگان بخندن و بگن که یه عده‌ای اومدن به یه شرایطی رأی دادن. از سوی دیگه ساکنان لس آنجلس و هومه باید به اطلاعتون برسونم که تظاهرات روز یک شنبه 13 از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، تظاهرات رأی بی رأی و نه به جمهوری اسلامی در لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال انجام خواهد شد. با پیوستن به این تظاهرات و خلق ملی خودتون رو نشون بدین و نشون بدین که مردم داخل کشور، اقوامتون و هموطنانتون واسه تون مهمن. اون چیزی که جمهوری اسلامی بر سر اونها میاره، ما در خارج از کشور حقیقت رو فریاد خواهیم زد و دست در دست یکدیگر آزادی رو طلب خواهیم کرد. از این که تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکرم و تا هفته آینده شما را به خدای ایران، خدای عشق، خدایی که جز عشق نمی شناسد می سپارم و به خاطر داشته باشید که پیروزی پشت پا.